سلام، من محمد زارعی ام. اینجا کانال یوتیوب واو واو هست که هر هفته مطالب آموزشی توی حوزه پزشکی و پرستاری براتون میذارم. میخوام توی این ویدیو در مورد یک موضوع خیلی مهم صحبت کنم که متاسفانه توی کشور خوب اطلاع رسانی نشده، اون هم دریافت خدمات پزشکی و پرستاری در منزل هست. ببینید، بعد از اینکه کرونا اومد، خیلی ها برای اینکه مراقبت های بهتری داشته باشن یا از ترس به بیمارستان رفتن، مجبور شدن که خدمات پرستاری در منزل رو به عنوان روش های درمانی خودشون انتخاب کنن. مثلا فرد رفته بود پیش دکتر، یه سرم و چند تا دارو براش نوشته بود، دیگه میترسید توی بیمارستان بره و تزریق کنن، میرفت خونه و توی خونه براش تزریق انجام میدادن. یا اینکه مثلا از خود پزشک میخواست که توی خونه ویزیتش کنه و بعدش هم تزریق رو توی خونه انجام میداد. خب این باعث میشد که بتونه خیلی سریعتر به خدمات مورد نظرش دستیابی پیدا کنه و از طرفی هم خب ریسک ابتلا به بیماری‌های مختلفی که توی بیمارستان هست برای این فرد دیگه وجود نداشت. خب این روش تا الان داره خیلی خوب پیش میره، یعنی درسته که کرونا عوارض خیلی بدی به جا گذاشت و خیلی ها دچار حالا غم و اندوه از دست رفتن عزیزانشون شدن، ولی خب یه سری مزایایی هم داشت. این وسط مثلا افراد سطح اطلاعات سلامتشون خیلی بالاتر رفت، سطح ایمنی جامعه بالاتر رفت، رعایت بهداشت توی جامعه خیلی بیشتر شد و یکی از موارد هم همین استفاده از خدمات پرستاری توی منزل بود که واقعا توی کشور الان به صورت چشمگیری پیشرفت داشته و جای واقعا تقدیر داره از اینکه انقدر مردم آگاه و مطلعی داریم توی این زمینه. خب چه سایت هایی فکر میکنید باشن توی این زمینه دارن خدمت رسانی میکنن؟ شاید ندونید، ولی الان اسنپ، آچاره، خدمت از ما و سایت‌های بیشماری که در حوزه پرستاری در منزل فعالیت دارن میتونن انتخاب مناسبی باشن برای شما، برای اینکه بتونید یک پرستار، یک پزشک و سایر اعضای تیم پزشکی رو دعوت کنید که توی منزل در واقع کار شما رو انجام بدن. اما این وسط باید یه مقدار آگاهیتون رو بالا ببرید. درسته که این سایت‌ها دارن فعالیت میکنن، خیلی هم فعالن و افراد زیادی هم برای انجام کار شما میتونن و بلافاصله خودشون رو به شما برسونن، اما حتما توجه داشته باشید که بعضی از سایت ها مثل حالا خدمت از ما، اینها مدارک غیر پرستاری رو هم قبول میکنن برای خدمتی که شما انتخاب میکنید. مثلا اگر سرم تراپی و تزریق عضلانی رو انتخاب کنید، ممکنه یک پرستار، یک پزشک، یک تکنسیان داروخونه، یک تکنسیان دستیار پزشک عمومی و یا یک فردی که مدرک هلال احمر داره انتخاب جزء افرادی باشه که میتونه پیشنهاد شما رو قبول کنه. اما شما باید اینجا یه مقدار هوشیارانه تر عمل کنید، حتما قبلش عکس پروفایل و مدرکش رو مطابقت بدید. اگر مطلبش پرستاری پزشکی و رشته پیراپزشکی نیست، انتخابش نکنید. افرادی که حالا تکنسین داروخونه هستن، درسته که شاید به صورت تجربه بلد باشن و قیمت پایین تری به شما ارائه داده باشن، ولی نمیتونه انتخاب مناسبی باشه برای شما. یا افرادی که هلال احمر هستن و افرادی که کمک های اولیه رو گذرندن، واقعا اینها برای این کاری که به صورت تخصصی نیاز به انجامش هست گزینه مناسبی نیست. خدمت رسانی توی منزل از جانب تیم درمان خیلی مزایا داره. یکی این که مثلا شما اگر بخواید یه ویزیت برید، یه سروم خیلی حالا ساده و چند تا دارو برای شما تجویز کنه، اونها رو باز برید تزریق کنید، همه اینها حتی اگر توی بیمارستان انجام بشه با بیمه‌های معمولی که حالا داریم، اینها دیگه زیر یه تومن نمیشه، ولی میتونید همه این خدمات رو با قیمت کمتر توی منزل بگیرید. روی تخت خودتون دراز کشید، درخواست رو ثبت می‌کنید، پرستار میاد کار شما رو انجام میده. خب دیگه مشکل رفت آمد نیست، مشکل توی صف موندن نیست و از طرفی هم خب اون بیماری هایی که توی بیمارستان زیاده دیگه برای شما خطر ایجاد نمی کنه، چون دیگه مراجعه حضوری نداشتید. سایت هایی که من پیشنهاد میکنم از خدماتشون استفاده کنید، سایت آچاره، اسنپ و خدمت از ما هست. من خودم توی خدمت از ما فعالیت دارم به عنوان پرستاری که توی این حوزه داره
کار میکنه. اما قبل از این که اون فرد رو انتخاب کنید، شما اینجوریه که مثلا درخواستتون رو ثبت میکنید، افرادی که تو اون حوزه متخصص هستن قیمت پیشنهادیشون رو میدن و شما از بین اونهایی که پیشنهاد دادید یکشون رو انتخاب میکنید. اما حتما توی چت باز هم سر قیمت توافق کنید تا مشکلی پیش نیاد. یعنی اگر فرد قیمت رو زد مثلا 500,000 تومان و شما قبولش کردید، ممکنه بعدم بیاد و بگه که خب حالا کارهای جانبی هم بود که من خبر نداشتم و این قیمت رو اضافه میشه. همه خدمات که نیاز دارید رو ثبت کنید و دوباره توی چت هم باهاشون توافق کنید تا انشالله مشکلی سر قیمت ها پیش نیاد و دیگه بتونید با خیال راحت خدمتتون رو دریافت کنید. از پرستار یا پزشکی که میاد منظرتون حتما بگید که آموزش های جانبی رو هم به شما بده. مثلا اگر مشکل فشار خون دارید، مشکل دیابت دارید، مشکلات جانبی دیگه دارید، حتما بگید که توصیه های ضروری که نیازه رو به شما بده. شاید بیماری شما با بعضی از داروها تداخل داشته باشه، نیاز باشه که تغییری توی سرم و داروهای شما انجام بشه، یا حالا خدمت دیگه‌ای که دارید ممکنه که نیاز باشه شما اطلاعات لازم رو باید به پرستار و پزشکتون رسونده باشید تا دچار عارضه خاصی نشید. از پرستار یا پزشکی که میاد خونه شما بخواد که تا آخر روند درمانی که حالا داره انجام میشه در کنار شما بمونه و این رو هم میتونید توی چتی که حالا باش دارید به توافق برسید. بگید که حالا 2 ساعت هست، این 2 ساعت رو میخوام کنارم باشید و از آموزشاتون بهره مند بشم. خیلی کمک میکنه که اگر خدا نکرده دچار عارضه خاصی شدید حین تزریق یا حالا حین هر کاری که حالا درخواست دارید، سریعا پرستار متوجه بشه و اقدامات لازم رو انجام بده. و خب این در کنار پرستار بودن کمک میکنه که حالا کارهایی که نیازن براتون انجام بده، فشار خونتون رو چک کنه، قندتون رو چک کنه و آموزش‌هایی که نیازه رو به شما بده. اگر دلتون خواست و نیاز داشتید که باز اطلاعات بیشتری در این زمینه بدم، حتما توی کامنت ها بنویسید، اسم شهرتون رو بگید و نیازتون رو بگید. اگر نیاز به پرستاری دارید که بتونید هر وقت نیاز داشتید بهش زنگ بزنید و ازش خدمات دریافت کنید، حتما توی کامنت ها اعلام کنید تا بتونم شما رو به یک پرستار مجرب متصل کنم. و اینجا مکانی که خیلی پرستارها توش فعالیت دارن خدا رو شکر، کانالیه که خیلی از پرستاران عضو هستن از سراسر کشور. اگر اولین بار بود که ویدیو من رو میدیدید، خواهش میکنم ویدیوهای بعدی رو هم نگاه کنید و سابسکرایب کردن کانال هم فراموش نشه. امیدوارم همیشه سالم و برقرار باشید. یا حق.